سرخط خبرها بیانیه شاهزاده رضا پهلوی و پیام به مردم ایران خامنه ای اظهارات نماینده خود را تکذیب کرد و انتقال آرام قدرت در ایران انتخابات رهبری درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروح اخبار شاهزاده رضا پهلوی ساسان نیک نفس جان خود را برای رهایی ایران داد شاهزاده رضا پهلوی روز چهارشنبه 19 خرداد پیامی در مورد ساسان نیک نفس زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که در روزهای اخیر بر اثر وخامت حال درگذشت منتشر کرد آخرین ولیعهد ایران در این پیام نوشت سوگوار ساسان نیک نفس هستیم ولی نام و یادش باید الهام بخش ما در راه و هدفی باشد که او جانش را برایش داد رهایی ایران و جوانان دلیرمان از بند زحاک زمان ساسان نیکنفس که مشکلات جسمانی مختلفی از جمله بیماری های کبدی، دیابت و اعصاب و روان داشت از سوی قاضی ابوالقاسم سلواتی به پنج سال زندان قطعی محکوم شده بود و پیشتر گزارش های متعددی از نامناسب بودن شرایط جسمی و روحی او برای ادامه حبس در زندان منتشر شده بود. دو روز پیش دو نهاد حقوق بشری با انتشار اطلاعیه های جداگانه ای با غیرقانونی مسئولان قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی این زندانی را باعث مرگ وی دانسته و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را مسئول این مرگ اعلام کردند روز دوشنبه 17 خرداد علی شریفزاده وکیل ساسان نیکنفس در مصاحبه با رادیو فردا گفت که تاکنون هیچ یک از مسئولان قضایی و مسئولان زندانها درباره وضعیت موکلش توضیحی به او ندادند ساسان نیک نفس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اتهام اجتماع و تبانی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 8 سال زندان محکوم شده بود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 5 سال از این حکم قابل اجرا بود وکیل ساسان نیک نفس به رادیو فردا گفت ایشان خیلی فعال نبود یکی دو عکس در این استگرام برای حمایت از ولیعهد و پادشاهی گذاشته بود ولی با یک گروهی دستگیر شد که هشت نفر دیگر هم بودند و مجموعا 103 سال آقای سلواتی به آنها حکم داد که میگفتند جزو گروه بابک خورمدین و سلطنت طلب هستند خامنه ای اظهارات نماینده خود را در بخش استفتاعات مربوط به انتخابات تکذیب کرد. دفتر علی خامنه ای اظهارات نماینده وی در بخش استفتاعات را تکذیب کرد که در گفتگو با سایت اماریون وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفته است که رهبر جمهوری اسلامی معتقد است که در انتخابات ریاست جمهوری باید میان نامزد صالح و نامزد اصلح نامزد اصلح انتخاب شود حتی اگر شهرتی در بین مردم نداشته باشد روابط عمومی دفتر رهبر حکومت اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد هر متنی که حاکی از نوعی ورود رهبر در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بیاعتبار است مطلبی نیست که اخیرا درباره صالح و اصلح عنوان شده است اعتباری ندارد سایت اماریون وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با حجت الاسلام محمد حسین فلاحزاده نماینده رهبر در بخش استفتاءات مربوط به موضوع انتخابات گفتگو کرده که در آن حجت الاسلام فلاحزاده گفته است که از نظر رهبر جمهوری اسلامی شرکت مردم در انتخابات واجب است و در انتخابات بین صالح و اصلح اسلح باید انتخاب شود حتی اگر نامزد اسلح شهرتی بین مردم نداشته باشد اگرچه روابط عمومی دفتر علی خامنه ای هر گونه دخالت و موضع گیری وی را در دفاع از یک نامزد خاص تکذیب کرده اما خود رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در استفتاعاتی درباره انتخابات ریاست جمهوری گفته است که اگر مردم نتوانند خودشان نامزد اصلح را تشخیص بدهند میتوانند در تشخیص فرد اصلح از کسانی که به لحاظ تعهد دینی و بصیرت انقلابی مورد اعتمادند کمک بگیرند علی خامنه ای سپس از جمله معیارهای تشخیص نامزد اصلح را تدین تعهد و خوشنامی وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن عزم اراده و نفوذناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناساله مرعوب نشدن در مقابل دشمنان اعتقاد واقعی به راه امام راحل اعلام کرده است انتخابات رهبر جمهوری اسلامی همه چیز در خدمت انتقال آرام قدرت به نظر می رسد روز 28 خرداد ماه انتخاباتی نه برای تعیین رئیس جمهوری 13 هم که برای مشخص شدن برنده جنگ قدرت بین دو جریان حامی جانشین های بالقوه رهبری است طیف حامی تبدیل ولایت به خلافت و سپردن کرسی پدر به پسر از یک سو و طیف حامی جریان مشهد از سوی دیگر در بین مدعیان جانشینی علی خامنه ای تا کنون همگی یا بر اثر روابط پیچیده حاکم بر ساختار نظام حسب شده اند، مانند صادق لاریجانی و یا بر اثر مرگ ارسرا وانهادند، مانند مهدوی کنی و هاشمی رفزنجانی. امروز تنها نام ابراهیم رئیسی و مجتبا خامنه ای را می توان در صدر لیست نامزدهای جانشینی رهبر فعلی جمهوری اسلامی دید که احتمالا خودشان و هوادارانشان بی مشتاقند که صاحب فعلی صندلی زودتر از روی آن برخیزد تا جای برای آن آن باز شود. مدت هاست که هر از گاهی شایعاتی در مورد حال وخیم و پس از آن مرگ آیت الله خامنه ای در برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شود. آخرین بار ماه سال گذشته بود که خبر مرگ آیت الله منتشر شد. علی خامنه ای تقریبا 82 ساله و مبتلا به سرطان پروستات است. همین موضوع شایعات مربوط به مرگش را باورپذیر می کند. رهبر جمهوری اسلامی تا پایان ریاست جمهوری آینده 86 ساله خواهد شد و امکان مرگ او بیش از پیش وجود دارد. مرگ احتمالی رهبر فعلی صحنه را برای جنگ قدرت افراد و جناهای مدعی رهبری باز خواهد کرد آیت الله خامنه ای اما به نظر می رسد قصد دارد پرونده های مهم را پیش از مرگش حل و فصل کند. از جمله موضوع های جانشینی و انتخابات و چه بهتر که بتواند هر دو را با یک حرکت به سرانجام برساند و فردی را به پاستور بفرستد که معضل انتخابات را حل و اسباب انتقال آرام قدرت را فراهم کند. برای علی خامنه ای که با ایده بنیانگذاری امپراتوری شیعی سالهاست سرنوشت یک ملت را به عمق نفوذ استراتژیک در منطقه و حمایت از گروه های شبه نظامی و بحران سازان منطقه ای گره زده است انتقال آرام قدرت به جانشین بعدی در اولویت اصلی قرار دارد اما چه بهتر که بتواند سکان را به پسرش بسپارد هرچند در این میان مجتبا خامنه ای یک حامی به قدرتمندی و یه فقیه فعلی دارد اما آنطور که از شواهد برمی آید رقیب نیز از قدرت بی بهره نیست. دست رد به سینه آقا از سال 98 و در جریان انتخابات مجلس یازدهم نه فقط اصلاح طلبان که حتی اعتدالگرایان نیز به مرور حذف شدند این فرایند در آستانه انتخابات انتخابات 28 خرداد به نقطه اوجش رسید و حتی علی لاریجانی به عنوان یکی از چهره شاخص جریان معتدل نیز حذف شد این اما به معنای یک دست شدن حاکمیت نیست. جنگ قدرت امروز در میان دو طیف از اصولگرایان در جریان است. این جنگ مانند جنگ قدرت اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر کرسی ریاست جمهوری یا در اختیار گرفتن مجلس و شوراهای شهر نیست. جنگی بزرگتر در میان است. تا جایی که شورای نگهبان منصوب رهبری هم حتی به درخواست منعطفانه رهبر جمهوری اسلامی نه میگوید. آیت الله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ظهر روز جمعه در سخنرانی به مناسبت درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقادی نرم از شورای نگهبان کرد که به واسطه و بدون واسطه منصوب خودش هستند او در این سخنرانی با اشاره به رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت که در جریان عدم احراز صلاحیت به برخی کسانی که احراز صلاحیت نشدند جفا و زور شد و از دستگاه های مسئول خواست که جبران و اعاده یه حیثیت کنند رهبر جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به اخبار منتشر شده درباره خانواده و فرزند نامزدهای انتخابات افزود به خودشان و خانواده هایشان نسبت هایی داده شد که معلوم شد خلاف است با توجه به اینکه در جریان بررسی صلاحیت ها بحث اقامت دختر علی لاریجانی مطرح شده بود پس از انتشار سخنان رهبر جمهوری اسلامی گمان زنی شد مبنی بر اینکه منظور علی خامنه ای از ظلم و جفا به یکی از نامزدها عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی باشد سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با تاکید بر اینکه این نهاد از خطا مسون نیست در حساب کاربریش در توییتر فرمایشات مقام معظم رهبری را فصل الخطاب دانست و خبر از آن داد که شورای نگهبان به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد با اعلام این دو خبر زمزمه های مبنی بر تغییر روی کرده شورای نگهبان و با امکان بازگشت بعضی از نامزدها به گوش رسید اما حتی پیش از صدور بیانیه این نهاد با توییت مهدی فضائلی معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری امید هواداران نامزدهای رد صلاحیت شده کم رنگ شد. به نوشته فضائلی تعریض رهبر انقلاب متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد این تویت ساعتی بعد در صفحه رسمی رهبر جمهوری اسلامی در اینستاگرام نیز بازنشر شد اصر همان روز اما این بیانیه شورای نگهبان بود که نقطه پایانی بر همه حرف و حدیث ها گذاشت این شورا با انتشار اطلاعی در پاسخ به آیت الله ای اعلام کرد برخی گزارش های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان مؤثر نبوده است شورای نگهبان همچنین از رسانه‌ها ها خواسته است که از گمان زنی و استناد به امور غیر واقعی و نادرست اجتناب کنند دوران گزار رئیس جمهوری سیزدهم رئیس جمهوری دوران گذار است احتمالا گذار از سیستم ریاست جمهوری به پارلمانی و شاید گذار از ولی فقیه دوم به سوم آنکه به پاسور می رود یا راه به سوی خیابان شهید کشور دوست در خیابان آذربایجان باز می کند و یا حداقل جاده صافکن ساکن جدید آن است. به نظر می رسد خاندان لاریجانی که خود روزی مدعی کرسی ولایت بودند با حذف صادق لاریجانی از رقابت های جانشینی به صفحه حامیان مشتبا خامنه ای پیوستند که رهبر جمهوری اسلامی به صدای سپردن کرسی به پسر از پشت تریبون رسمی به حمایت از ایشان برمیخیزد. پیش از آن نیز مهرهای های حامی فرزند آیت الله خامنه ای در مناسب حساس به امید حمایت از او در روز واقع جاگیر شده بودند اما از جمله مهدی طائب فرمانده قرارگاه امار علی رضا پناهیان نائب رئیس قرارگاه امار حسین طائب فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مسئول فعلی اطلاعات سپاه پاسداران حسن محقق جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه محمد کوسری مشاور پیشین فرمانده کل سپاه پاسداران و جانشین پیشین فرمانده قرارگاه سارالله و علی فضلی جانشین معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران که هم همگی از اعضای گردان حبیب یگانی که مجتبا خامنه ای در دوران جنگ هشت ساله با عراق در آن خدمت کرده بود بودند. نزدیک شدن خاندان لاریجانی به حلقه حامیان مجتبا خامنه ای آن هم در شرایطی که پیشتر قالیباف و بخش دیگری از سرداران سپاه نیز به او نزدیک شده بودند امید رسیدن مجتبا به خلافت را در دل پدرش پررنگ کرد ولی نه انقدر برای حمایت از حامی پسرش علی لاریجانی حکم حکومتی بدهد حامیان ابراهیم رئیسی نیز بیکار ننشستند و در مقابل تشر علنی رهبری از خود نرمش نشان ندادند علی خامنه ای که پیشتر با یک تشر وزرای دولت تغییر می کردند حال حتی با سخنرانی علنی نیز نمیتواند زیر مجموعه های منصوبش را راضی به تایید صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات کند هرچند در نگاه کلی تر خروجی انتخابات هرچه که باشد در خدمت ایده انتقال آرام قدرت خواهد بود اما حداقل در کوتاه مدت به نظر می رسد که آرزوی علی خامنه ای برای پوشاندن قبای ولایت اهدی بر تن پسرش تضمینی برای تحقق ندارد